بدترین چیز آن است که بدانی کار درست چیست ولی آن را انجام ندهی. از مرد آزاده چشم داشت ایستادگی و پایداری را دارند، نه فرمان برداری کورکورانه. خودبینی و رشک بردن هزاران ویژگی خوب را می پوشاند. کنفیسیوس، فیلسوف، نظریه پرداز سیاسی و معلم چینیه که در 551 قبل از میلاد در چین باستان زندگی می کرد بود. در این بخش می پردازیم به سخنان و جملات ارزشمند وی. پس اگر می خواهید از سخنان با ارزش این فیلسوف بهره‌مند شوید، حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و با این سخنان زندگیتان را متحول سازید. هرگاه انسان در آستانه مرگ است، سخنانش حکیمانه می شود. انسان والا همیشه به شرافت می اندیشد. انسان عادی به آسایش خورد. مرد بزرگ یک طرفه قضاوت نمی کند. خردمند وظیفه را وسیله امرار معاش قرار نمی دهد، بلکه برای او وظیفه هدف زندگی است. وقت دوست می داری، دلت می خواهد زنده باشی و وقت کینه می ورزی، آرزوی مرگ می کنی. مرد بزرگ وقار دارد ولی مغرور نیست و مرد کوچک غرور دارد ولی وقار ندارد. هر کس باید با تمام قوت مردم را دوست بدارد. ایدئال مرد نجیب داشتن خوی پاک است. یک دقیقه موفقیت شکست چندین ساله انسان را بی اثر کرده و جبران می کند. مرد آزاده به هیچ وجه ابزار دست کسی قرار نمی گیرد، یعنی برای وی شایسته نیست که خود را ابزار هدف دیگران سازد. اگر به راه خطا رفتی، از برگشتن مترس. اشتباه را درست نکردن خود اشتباهی دیگر است. به چیزهای کوچک خود را گرفتار کردن از کارهای بزرگ بازماندن است. مشورت کردن با کسی که برای دیگران می رود بی فایده و نشان بی خردی است. دانش بی اندیشه دام است و اندیشه بی دانش بلا. زیان و درد برای من آنقدر مهم نیست، آن چیزی که موجب ناراحتی است و یاد آوردن آنهاست. یک مرد خشمگین وجودش پر از زهر است. برگ در هنگام نابودی میفتد، میوه در هنگام کمال میفتد. بنگر که چگونه میفتی، چون برگ زرد و یا سیب سرخ. مرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می کند. لیاقت و استعداد شخصی وابسته به هدف عالی هر شخصی بوده و موفقیت نتیجه مستقیم سعی و کوشش است. ثروت و افتخار که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابر زود گذر است. کسب دانش وظیفه اساسی هر انسانی است. در راه انجام این وظیفه دانشجو می تواند و حق دارد که از آموزگار خود هم پیشی بگیرد و زودتر به مقصد برسد. من یک بار در تمام روز چیز نخوردم و در تمام شب نخوابیدم تا بتوانم مسئله ای را حل کنم، اما نتیجه نداد. از این رو فهمیدم که بهتر است آنچه را نمی دانم بپرسم. اگر می دانی پایداری کن و اگر نمی دانی بگو نمی دانم. این نشان دانش است. من از کسانی که حیله‌گری را حکمت، نافرمانی را شجاعت و یاوه‌گویی را حقیقت می پندارند نفرت دارم. بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی. آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان و مهر ورزیدن به مردم آرزوی من است.
آنچه را می شنوم فراموش می کنم، آنچه را می بینم به یاد می سپارم و آنچه را انجام می دهم درک می کنم. هر چیز زیبایی خاص خودش را دارد، اما هر کس نمی تواند آنها را ببیند. اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد، اما من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. کار دلخواه برگزین تا رنج نبینی. خوب فکر کردن یعنی این که بدانی چگونه از ذهن و قلب، از نظم و احساس استفاده کنی. وقت چیزی را بخواهیم، زندگی ما را به سوی آن هدایت می کند. دوستان عزیزم، شما با سابسکرایب کردن چنل ما از جدیدترین ویدیوهای پندآموز ما بهره‌مند شوید و با فامیل بزرگ خردمند همراه باشید. مرد آزاده دقت نظم مردم را به ویژگی های نیک دیگران جلب می کند، نه به ویژگی های زشت ایشان، و مرد عامی عکس آن را رفتار می کند. کسب دانش را همیشه ناتمام بدان و از کوشش باز نمان. مرد آزاده پروردن هنرهای عالی را اساس همنشینی با دوستان خود قرار می دهد و از راه همنشینی با دوستان خود فضایل اخلاقی را در نفس خیش به کمال می رساند. انسان بزرگ در جستجوی حق است و انسان پست به دنبال منفعت. هدف هر حکومت و هر دولت تنها بهتر کردن ابزارهای زندگی مادی و راحتی مردم نیست، بلکه حکومت وظیفه دارد سعادت مردم را نیز تامین کند. نگریستن به سودهای اندک مانع به فعلیت در آمدن کارهای بزرگ می شود. آن که به فکر فردا نیست، به غم فردا گرفتار خواهد شد. اگر شما آدم نادان و بیخبر باشید و به این امر پی ببرید، این خود یک نوع آگاهی و دانش است. یادتان نرود که با لایک کردن این ویدیو برای ما انرژی مثبت بدهید. در گذشته مردم به کسب دانش می پرداختند تا خود را به درجه کمال برسانند. امروز دانش را برای این فرا می گیرند که دیگران را شیفته و فرمان بردار خود سازند. تماشا کردن ستمکاران و گوش دادن به سخنانشان آغاز ستمکاری است. از برفی که بر پشت بام همسایه است شکایت مکن، در حالی که جلوی خانه خودت کثیف و پر برف است. پنج خصوصیت که یک مرد عاقل دارد. مرد بزرگ از صفات خوب دیگران استفاده می کند، نه اینکه صفات بدشان سوء استفاده کند. مرد عاقل دلسوزی و پریشانی نشان نمی دهد. عاقل است و تردید ندارد. شجاع است و نمی ترسد. مرد عاقل با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد. مرد عاقل دیر وعده می دهد و زود عمل می کند. مرد عاقل با خود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران. دوستان عزیزم، اگر می خواهید بخرد خود بیفزایید با چنل ما همراه شوید و اگر می خواهید بندهای ارزشمند سقراط را بدانید، پس به هیچ وجه این سخنان را از دست ندهید. تا ویدیوی بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.